امروز خیلی از ابزارهایی که ما داریم از اونا استفاده میکنیم نمیدونیم که چه کسایی اونا رو ساختن. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اینجام تا شما رو با چند تا از مخترع‌های جهان و زندگی شخصی اونا آشنا کنم. لطفا یادتون نره که اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما اون دکمه لایک رو بزنید و اگه عضو کانال یوتیوب ما نیستید که فعلا تا اینجا اسمش واندره، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید تا جز اولین کسایی باشید که از ویدیوهای ما بازدید میکنن و باخبر میشن. خب میریم سراغ شماره 1، بلز پاسکال. خیلی همون شاید اسم این شخص رو شنیده باشیم اما ندونیم که ایشون کی هست و چه نقش مهمی در تقلب توی امتحان ریاضی به ما داشته، به طوری که من خودم خیلی از این وسیله استفاده کردم. ازش واقعا هم دا بود. الان به خودتون فکر میکنید که چطور؟ الان خدمت شما عزیزان عرض میکنم. جناب آقای بلز پاسکال یک ریاضیدان، فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی بود که در 19 ژوئن 1623 میلادی به دنیا اومد. بلز عمر کوتاهی داشت و البته اینو باید بهتون بگم که توی همین عمر کوتاه دنیا رو متحول کرد. اون در اواخر عمرش به رشته الهیات روی آورد و توی فلسفه غرب هم اسمش سر و صدایی به پا کرد و بلز پاسکال تحت تأثیر یا میشه بهتر گفتش که پیرو مکتب جانسونیوم بوده. پاسکال توی دوران بچگی خودش وقتی که فقط 3 سالش بود مادرش رو از دست داد و پدرش پشتیبانی این پسر بچه 3 ساله رو بر عهده گرفت و اون رو آموزش داد. پاسکال نقش مهمی در ساخت ماشین حساب داشت و خیلی ها میگن که در سال 1642 میلادی توسط خود پاسکال ماشین حساب اختراع شده. پاسکال وقتی که 16 سالش شد رساله در باب هندسه نوشت و همچنین در پیدایش اقتصاد مدرن و علوم تجربی دست توی کار برد و کارهای گوناگونی انجام داد. پاسکال بعد از مدتی شیوه عرفانشو و تمام کارهای علمی خودشو ول کرد و باقی عمرشو صرف فلسفه و الهیات کرد. اون سالها از بیماری سختی رنج می برد و وقتی 2 ماه از 39 سال روز تولدش گذشته بود در تاریخ 19 اوت 1662 میلادی دار فانی رو وداع گفت. خب میریم سراغ شماره 2، گالیلئو گالیله. گالیلئو گالیله زاده 15 فوریه 1564 در ایتالیا است. اون چندین و چند شغل مختلف داشته و میشه گفتش که اگه الان تو ایران بود جزو قانون چند شغل ها میشد و پدرش در میومد. شغل های مختلف اون مخترع، فیلسوف، نویسنده، اخترشناس، ریاضیدان و حتی فیزیکدان هم بوده. گالیله یکی از پایه‌گذاران تحول علمی و دانش نوین بود که خدمت‌های زیادی به بشر کرده که یکی از کارهای مهمی که انجام داده اختراع تلسکوپ بوده. گالیله در دنیا به ماجرای نظریه کوپرنیک معروفه که در این نظریه گالیله بر این باور بود که زمین به دور خورشید میچرخه اما کلیسا اعتقادش این بود که خورشید به دور زمین میگرده و این حرفشون رو آسمانی میدونستن و حتی بعضی از اونا میگفتن که از فرشته ها فهمیدیم. فکر کنم اون زمان هم افراد کلیسا در کار کشت گل و مواد روانگردان بودن. بگذاریم. به خاطر این حرف گالیله اونو دادگاهی کردن و اونو به جرم تفتیش عقاید محکوم کردن و کاری کردن که مادر بگیرد و فرزند به هوا رود. خلاصه که گالیله رو یه کاری کردن که توبه کنه، چون اگه نمیکرد اونو زنده زنده میسوزونن. گالیله با تلسکوپی که اختراع کرده بود تونست سطح ماه رو ببینه. گالیله کلن 77 سال عمر کرد و در تاریخ 8 ژانویه 1642 میلادی درگذشت. شماره 3، یوهانس گوتنبرگ. یوهانس گوتنبرگ زاده سال 1398 میلادی در شهر ماینز آلمان یا به قول یکی از رفقا شهر سس مایونز. شغل اون زرگری بوده که با تلاش‌های فراوان تونست اولین ماشین چاپ رو اختراع کنه و باعث ایجاد تحولی
عظیم توی صنعت اروپا بشه. اون تونست اولین کسی باشه که توی اروپا این ماشین رو اختراع میکنه. البته یادمون نره که قبل از این داشتمون در صنعت، در این صنعت 400 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد توسط یک مرد بازرگان چینی به نام بیشنگ استفاده میشده. و جالب تر از اون اینه که بدونید که 200 سال بعد از این مرد چینی در کره هم توسط مردم استفاده میشده، اما نه به این پیشرفت یوهانس. یوهانس میشه گفت مهمترین اثرش هم انجیل گوتنبرگ یا انجیل 42 سطری هستش و انگار در زمان خودش انجیل بی همتایی بوده. خب سری بزنیم به زندگی نامه اون. یوهانس همونطور که خدمتتون عرض کردم در شهر ماینز آلمان در خانواده ثروتمند به دنیا اومد و میشه گفت غم مالی نداشته و زندگی تقریبا عالی داشته. اسم پدرش گنس فلایش و مادرش الزه ویریش گوتنبرگ بوده و از زمینداران و اشراف خاص شهر ماینز بودن. یوهانس تا 13 سالگی در شهر مادری زندگی کرد و پرورش یافت، اما یک روز تصمیم به ترک شهر گرفت و به این تصمیمش هم عملی کرد و شهر رو ترک کرد و درگیر سری مسائل زیادی شد. از جمله این کارا میشه به شورش و که داستانه او داستانه طولانی داره. زندگی اون فراز و نشیب‌های زیادی داشت و در روز 3 فوریه 1468 میلادی چشم از جهان فرو بست. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم دکمه لایک رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. امیدوارم سلامت باشید. خدا نگهدار.